سلام دوستا، حکمت الله رمزی هستم. رقابت بین میسی و کریس همچنان ادامه دارد، به خصوص این که در این سالها لیو صاحب رکوردهای شده است که به نظر می آید رونالدو باید بیخیال شکستن آن شود. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. رقابت لیونل میسی و کریس رونالدو در یک دهه اخیر بدون تردید در تاریخ فوتبال کم سابقه بوده است. بازیکنانی که تقدیر آنها را به هم گریزد و در قالب ستاره های بارسلونا و رئال مادرید دودروی هم قرار داد. یک دهه تقابل دو نفر بالاخره به جدایی کریس از رئال و پیوستنش به یوونتوس از حالت مستقیم خارج شد. اگرچه این دو از هم دور شدند، اما رقابت بین میسی و کریس همچنان ادامه دارد. به خصوص این که در این سالها لیو صاحب رکوردهای شده است که به نظر می آید رونالدو باید بیخیال شکستن آن شود. 4 توپ طلای متوالی. لیونل میسی سالهای 2009 تا 2012 موفق شد برای 4 سال متوالی جایزه توپ طلا را از آن خود کند، عنوانی که بعید است کریس بتواند آن را تکرار کند. رونالدو از سال 2013 تا 2017 توانست 4 بار توپ طلا را فتح کند. در واقع اگر عنوان سال 2015 میسی نبود، کریس می توانست 5 بار پیاپی به این عنوان برسد. میسی با این توپ طلا هم رکوردهای کریس را خراب کرد و هم رکورد خودش را سالم نگه داشت. البته هر دو بازیکن با 5 عنوان توپ طلا در جایگاه یکسان قرار دارند و در سال 2018 این عنوان را بعد از سالها به لوکا مودریچ واگذار کردند. مثبت 60 گل در 2 فصل متوالی. وقت صحبت از آمار گلزنی بالای 50 گل می شود، نام کریس می درخشد. اما زمانی که بالای 60 گل صحبت است، باید دست لیونل میسی را به علامت فرد پیروز بالا برد. لیونل میسی در فصل 2011-2012 و 2012-2013 موفق شد به ترتیب 73 و 60 گل به ثمر برساند، تا تنها بازیکن باشد که در 2 فصل متوالی بیش از 60 و 70 گل در تمامی تورنمنت ها زده است. پیداست که چون این کار از رونالدو 34 ساله برنمی آید. آقای گل سری آ و کفش طلای اروپا می تواند بهترین عناوین گلزنی کریس در یوونتوس باشد. 26 گل کاشته. همان طور که کریس با رفتن از لالیگا توانست یک تعداد رکوردهای جدید را به نام خودش بزند، بعضی از رکوردها را هم برای میسی فراهم کرد. یکی از رکوردهایی که میسی خیالش از بابت امن بودن آن راحت است، به گلهایش از روی ضربه ایستگاهی برمیگردد. لیونل میسی با 26 گل کاشته در لالیگا رکورددار است و به نظر میرسد با نبود رونالدو در اسپانیا خواهد بود. 91 گل در تقویم. سال 2012 بدون تردید فراموش نشدنی ترین سال فوتبالی پسرک آرژانتینی بود. سال که در تقویم 365 روزه موفق شد 91 گل از خود به جا بگذارد و این رکورد را در تاریخ ثبت کند. کریس که جدیدترین رقیب میسی بود، در سال 2013 توانست 69 گل به ثمر برساند و هرگز مجموع گل‌های یک ساله اش به عدد 70 نرسید. این یعنی از کریس 34 ساله نباید انتظار تکرار حتی رکورد خودش را داشت. بنابراین میسی با خیال راحت این رکورد را هم در انحصار خود خواهد داشت. موثرترین بازیکن ال کلاسیکو. قبل از سلته لیونل میسی و کریستیانو رونالدو، آلفردو دی استیفانو پاچای ال کلاسیکو بود. آلفردو 18 گل زده در ال کلاسیکو داشت. لیونل میسی با 26 گل و 14 پاس گل بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و حالا کریس از اسپانیا رفته دیگر نمیتواند میسی را بگیرد. قابل ذکر است که تعداد گل های کریس در ال کلاسیکو اندازه دی استیفانو بود. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الله نگهدار.